اگه کسانی که واقعا اهمیت میدن به نهاد پادشاهی در کشورمون، قبل از هر چیزی بایستی دقت بکنن و از یه چیزی که اصلا از کشورمون بار اومده، بازی شطرنج رو میخوام مثال بزنم. تو بازی شطرنج مهمترین مهره، آخرین مهره‌ای که باید دست بخوره و اگر اون مهره از بین بره بازی رو باختین، مهره چیه؟ مهره شاه دیگه. شاه که نقش پیاده رو که بازی نمیکنه، نقش رخ و نقش نمیدونم وزیر رو که بازی نمیکنه. حال یک پادشاهی در زمانی وارد کار شد به نام محمد رضا شاه پهلوی، پس از رضا شاهی که وادارش کردند که بالاخره در همون قالب پادشاهی سلسله جدید رو تشکیل بده، در یک کشوری که هیچی نبود اجباراً یه قدرت رو متمرکز بکنه، مملکت رو سر و سامون بده. ببینید دوستان، این نکته رو هم نگذاریم که شاهزاده شطرنج رو مثال زدن. اتفاقاً شطرنج یک نمایش و نشانگر یک پادشاهی پارلمانی هست. اگر شطرنج میخواست نشون بده که یک حکومت سلطنتی رو میخواست نشون بده، قدرت‌های وزیر رو میداد به شاه. نمیدونم شطرنج بلد هستید دوستان، بازی کردید یا نه. من شطرنجم خیلی خوب هست. اگر که در بازی شطرنج ما میخواستیم یک حکومت سلطنتی مورد نظر دوستان رو، حالا چه از دوستان باستانی چه از دوستانی که میخوان سلطنت حکومت سلطنت طلبی باشه و غیره بدیم، قدرت‌های وزیر در بازی شطرنج مال شاه بود. یعنی شاه میتونست به هر جهتی حرکت کنه تا دلش بخواد، مورب، جلو، عقب، همه رو بزنه و نیازی به نخست وزیر نداشت، نیازی به وزیر نداشت. ولی میبینیم که قدرت دست وزیره، ولی ارزشمندترین مهر شاه هست.